در سحرگاه روز 19 اردیبهشت ماه سال 1389، فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان توسط جنایتکاران خامنه‌ای در زندان اوین به دار آویخته شدند. از آن روز تا کنون در کردستان و بسیاری از مناطق ایران یاد این عزیزان با برپایی مراسم گرامی داشته میشه. خانم افسانه رحیمی، کادر سازمان خبات کردستان ایران، درباره این روز و شهیدان راه آزادی و تأثیری که روی قیام مردم کردستان و سراسر ایران داشتند گفت: ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و بینندگان گرامی، بدیهی است رژیم آخوندی در ایران از همان بد و به قدرت رسیدنش و برخلاف گفته ها و وعده های خمینی و سردمداران دیگر حاکمیت که گویا به مردم ایران ارزانی، آزادی و عدالت می دهند، اما به دنبال به قدرت رسیدن ستمهای فراوانی را بر ملیتهای ایران روا داشتند و اقدام به حذف مخالفین کردند. اعدام و ترور و سرکوب مردم و فعالین آزادی خواه را یکی از کارهای اصلی رژیم در 14 دهه گذشته بوده. این حکومت حتی ذره‌ای به اعتقادات و افکار مترقی و آزادی خواه باوری نداشته و تحت لوای دین شکنجه و قتل عام زندانیان سیاسی و رشید ایران و کردستان را به راه انداخته است که به عنوان نمونه می شود به اعدام بیش از 30,000 نفر از زندانیان سیاسی طرفدار سازمان مجاهدین خلق ایران، احزاب سیاسی دیگر و سازمان خبات کردستان ایران در سال 67 اشاره کرد. حاکمیت آخوندی و عوامل واپسگرایی در تداوم سرکوب و جنایت‌هایش اعدام فعالین سیاسی مانند معلم آزاده، فرزاد کمانگر و همراهان ایشان، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان را نیز در سال 1389 اعدام و به شهادت رساند. با اعدام این فرزندان قهرمان و انقلابی مردم کرد، موجی از خشم و اعتراض مردمی شهرهای کردستان ایران را فرا گرفت. در یادبود اعدام این فرزندان رشید کردستان، اعتراضات و سمینارها و اجتماعات مردمی در بیشتر شهرها و مناطق کردستان ادامه دارد. اما آنچه که قابل ذکر و تأمل است، گرامی داشته یاد این افراد به عنوان افراد آزادی خواه و میهن‌پرستی است که جان خود را در راه آزادی و احقاق حقوق هموطنان خود فدا کردند. این گرامی داشتها پیام بسیار واضحی به حکومت میدهند و آن این است که آزادی خواهان و شهدای راه آزادی ریشه در خاک وطن دارند و با اعدام آنها نمیتوان آزادی خواهی و مبارزه و رستگاری را فراموش کنند. و این مبارزه و شورش انقلابی که شورش عمومی و همگیر ملت‌های ایران برای سرنگونی حاکمیت آخوندی، یعنی نه آخوند دیکتاتور و نه شاه جنایتکار، را تا فروپاشی این حکومت دجال و رسیدن به حق و آزادی ادامه خواهد داشت. درود بر روح جاودانه شهیدان فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامی. افسانه رحیمی، کادر بخش تبلیغات سازمان خبات کردستان ایران.